No other name will I praise but yours. No other name will I praise but yours. Jesus, 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 you're the lover of my soul. Jesus, 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 you're the lover of my soul. Good morning, church. صبح بخیر به همه کلیسا. به کلیسای آنلاین بابتیست استاکپورت خوش آمدید. خوشحالیم که امروز صبح با ما هستید. اگر از اعضای دائم گروه ما در روزهای یک شنبه نیستید لطفا از طریق کامنت خودتون رو معرفی کنید روی فیسبوک، یوتیوب یا اینستاگرام. خب امروز صبح میخواییم با پرسته شروع کنیم با خوندن مزامیر 67. خداوند ما را فیض و برکت عطا فرماید و روی خود را بر ما تابان کند تا راه های تو در جهان شناخته شود و نجاتت در میان همه قوم ها. خدایا قوم ها تو را بستایند، همه قوم ها تو را بستایند، قوم ها شاد باشند و بانگ شادی برآورند. بیایید با هم این کارو بکنیم. Close to your side, so heaven is real and death is a lie. I want to hear voices of angels above singing as one. Hallelujah. Holy, holy God Almighty, the great I am. Who is worthy? None beside thee, God Almighty, the great I am. I want to be near, near to your heart, loving the dry bones living again, singing as one. Hallelujah. Holy, holy God Almighty, the great I am. Who is worthy? None
سرور من، ای پسر داوود، بر من رحم کن، دخترم سخت دیو زده شده است. نمی توانی او را دور کنی سرورم، او ما را دنبال می کنه و فریاد زنان میاد و مزاحمت ایجاد می کنه. سرورم بر من رحم کن، من تنها برای گوسفندان گم شده اسرائیل فرستاده شدم. سرورم لطفا مرا یاری کن. نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن روا نیست. بله سرورم، اما سگان هم از خورده هایی که از سفره صاحبشان می افتد می خورند. ای زن، ایمان تو عظیم است، خواهش تو برآورده شود. ولی او غیر یهودی سرورم، آنها مثل ما نیستند، آنها به قوانین خوراکی ها اهمیتی نمی دهند، آنها نجس هستند. آیا به چیزی که من کمی قبل گفتم گوش نکردید؟ در چه مورد؟ درباره این چیزی که به دهان شخص وارد می شود او را نجس نمی کند، بلکه چیزی که از آن خارج می شود مهم است. خب این چه ارتباطی با این زن داشت؟ خب شما فوراً دریافتید که او یک یهودی نیست و قوانین خوراکی های ما را رعایت نمی کند. بله چون این کارو نمی کنه. ولی این او را نجس نمی کنه پیتر. اگر بر سر من فریاد می زد، تهمت می زد یا تهدید می کرد، اینها او را نجس می کرد. ولی به جای آن اون با ایمان قوی با ما صحبت کرد. این نشان میده که قلبش خالصه. پس تو با آنهایی که به اسرائیل تعلق ندارند هم کمک میکنی؟ ایمانی مثل این مهم نیست از طرف چه کسی بیاید، نباید نادیده گرفته شود. همه مردم باید چیزی را که من موعظه میکنم انجام دهند. این میتواند در آینده پیامدهایی داشته باشد. این گونه باشد. مسیحی چیست؟ چه کاری باید بکنید تا مسیحی باشید؟ چه کسی تایید میکنه؟ داستان امروز باعث میشه که شروع کنیم راجع به این نوع سوالات فکر کنیم. چه کسی داخل است و چه کسی خارج وقتی راجع به ایمان صحبت میکنیم؟ خب چه اینکه شما فقط کنجکاو باشید درباره ایمان مسیحی، بخواید کمی بازش کنید، یا اینکه برای سالهای زیادی مسیحی بوده اید، این پیام، این سوالات برای اینه که ما بهشون توجه کنیم خیلی مهم هستند. برای حدود 4 سال گذشته من و استیو همکارم بارها در دادگاه‌های زیادی درباره امور پناهجویی شرکت کردیم. بارها و بارها. و از طرف اعضای ایرانی گروهمون مدارکی ارائه دادیم. عموماً پناهجویان به این کشور میان و باید به هوم آفیس نشون بدن که یک دلیل ارزشمند برای درخواست پناهجوییشون دارن، و بچه هایی که ما میشناسیم اغلب درخواست پناهجوییشون بر اساس تغییر مذهب بوده. این کار در ایران خیلی خطرناکه. اگر ایرانی هستید قاعدتا مسلمان به دنیا میایید، و اینکه بخواهید دینتون را از اسلام تغییر بدید خیلی توسط حکومت پذیرفته شده نیست، ممکنه باعث زندانی شدن بشه و حتی بدتر از اون. خب یک پناهجو معمولا در ابتدا یک مصاحبه با هوم آفیس انجام میده و هوم آفیس سعی میکنه ببینه آیا کیس اونها اعتبار داره یا نه، یعنی باید باورشون کنه، و اگر جواب منفی باشه که معمولا 50-50 هستش، اینکه بتونن از اون مرحله رد بشن، اگر منفی باشه اونها باید درخواست تجدید نظر بدن، و اینجاست که حضور کشیش نیاز هست. برای اینکه قاضی باور کنه که اون شخص واقعا مسیحی هست و حداقل باید کشیش مدارکی ارائه بده از طرف اون شخص، و خب در معمولا در دادگاه از من پرسیده میشه یه چیزی مثل این سوال که کشیش لیوینگستون، چه چیزی باعث شده باور کنی این مرد یا زن جوان قطعا به مسیحیت گرویده است؟ چه چیزی باعث شده شما فکر کنید این تغییر ایمان واقعی هستش؟ و این سوالی هستش که واقعا برای من همیشه مشکل بوده در طی چند سال گذشته، چون واقعا باید قبل از اون بهش فکر کنم. چطور میتونی بفهمی که کسی واقعا مسیحی شده؟ مطمئنا شخص به شما میگه که من راجع به مسیح شنیدم، جذبش شدم،
از گناهانم و زندگی گذشتم توبه کردم و خودم رو موظف کردم که پیرو مسیح باشم و این رو در قلبم دریافت کردم. خب این برای من کافیه. من چیزی بیشتر از این نمیخوام بشنوم. ولی هنوز برای پناهجویان درخواست پناهجویی بر اساس تغییر مذهب یک جور انگیزه میتونه باشه. ممکنه اونها فقط میگن که دینشون رو تغییر دادن تا بهشون پناهندگی داده بشه. همیشه این احتمال از نظر هوم آفیس وجود داره و باعث میشه سوالاتی به وجود بیاد، نه در ذهن ما بلکه در ذهن هوم آفیس و قضات. خب تقریبا هر باری که من در دادگاه بودم یک نفر این جمله رو میگفته، دقیقا نمیدونم، اما فکر میکنم نقل قولی هستش از ملکه الیزابت اول، ولی اونها معمولا میگن هیچ کس نمیتونه درون روح یک فرد رو ببینه. و این قابل قبول عموما، چون ما نمیتونیم درون روح کسی رو ببینیم با هر درجه از اطمینانی که داریم. بنابراین شما چطور میدونید؟ اگه کسی ادعا میکنه که مسیحی شده، چطور میدونید که ایمان داره؟ و بنابراین در پاسخ این سوال من باید چه کار کنم؟ و البته در مقابل قاضی مجبورم که صادقانه صحبت کنم و البته حقیقت رو بگم. خب ممکنه این ایده به نظر شما هم اومده باشه که ایمان سه نوع عنصر اصلی در حقیقت داره: باور داشتن، تعلق داشتن و رفتار کردن. و در این مرحله عموما من برمیگردم به رفتار اونها و به عنصر رفتار کردن نگاه میکنم. من نمیتونم درون قلب این فرد رو ببینم. من نمیتونم ببینم واقعا به چی ایمان دارن یا چیزی که میگن، و بنابراین به رفتار اونها نگاه میکنم. و برای مثال ممکنه بگم خب آیا اونها تغییر کردن؟ این یک لول اولی است. آیا اونها به کلیسا اومدن وقت تا در زمانهایی که میتونستن؟ آیا همیشه هستن؟ آیا به طور منظم شرکت میکنند در یک شنبه ها و بایبل استادی؟ و وقتی اونجا بودن چطور درگیر موضوع بودن؟ آیا توجه داشتن؟ آیا علاقمند بودن؟ یا اینکه مشغول بازی با تلفنشون بودن؟ یا داشتن حرف میزدن؟ و آیا سوالات هوشمندانه پرسیدن یا مسائل هوشمندانه رو ارائه دادند که ما متوجه بشیم بگیم اونا فهمیدن، موضوع رو گرفتن، قلبی دارن که داخل موضوع هستش، نه اینکه فقط تظاهر میکنند. و بعدش اینکه آیا به دیگران خدمت میکنند؟ ما به عنوان مسیحی در یک زندگی خدمتی هستیم. و آیا این شخص در جایی داوطلبانه کاری کرده، مثلا به بی خانمان کمک کنه یا هر چیز دیگه؟ باید بگم که اگر من این تست رو برای کسایی که در استاکپورت به دنیا اومدن و در جمع ما بودن برای سالها انجام بدم، به طور متوسط میتونم بگم که بله، اونها مسیحی هستند. و نیاز نیست بیشتر راجبش فکر کنم. ولی البته در مورد پناهجویان باید ببینم که به یک استاندارد بالا رسیدن، چون داریم سعی میکنیم که مطمئن بشیم که این فقط یک حرکت ظاهری نیست. و این چیزهایی که گفتم، اینها فقط شاخصه هایی هستند که نشون میدن درون قلب یک فرد چی میگذره. و همونطور که قبلا گفتم، ما نمیتونیم در این مورد مطمئن باشیم. برای همینطور که میبینید، این سوال که چه کسی مسیحی هست و چه کسی نیست در این شرایط دادگاه پناهجویی واقعا مشکله. قطعا برای ما به عنوان کشیش و حتی بیشتر برای قضات که در بسیاری از موارد مسیحی هم نیستند، بنابراین اونها این مزیت رو ندارن که بتونن از طریق روح القدس این رو تشخیص بدن در مورد شخصی که جلوشون ایستاده. بیاید برگردیم به خواندن انجیل درباره این زن کنعانی. با توجه به سابقه او،
به عنوان یک کنعانی او بخشی از یک قوم منفور بوده. برگردیم به کتاب خروج، خداوند 7 قوم رو مشخص میکنه که با کاری که او میخواسته انجام بده یا با مردم یهود بکنه ناسازگاری داشتن. او میخواسته اونها رو تبدیل به مردم خودش بکنه تا فقط و فقط پیرو او باشند. اونها در واقع بت‌پرست بودند. این اقوام کنعانیان، هویان، یبوسیان و 7 قوم بودند که در حقیقت بت‌پرستی می‌کردند. اونها خدایان بیگانه رو پرستش می‌کردند. خدایانی از سنگ و چوب و در بعضی از موارد اونها حتی بچه‌ها رو قربانی می‌کردند و از این طور کارها. و بنابراین اگر به عقب برگردیم، این اقوام به نوعی محکوم شده بودند و به عنوان یک موجود نجس شناخته می شدند و یهودی ها هم با اونها اختلاطی نداشتند، چون کاملا واضح دلیلش. بنابراین وقتی این زن کنعانی به عیسی مسیح برخورد میکنه، غریزه طبیعی او و قطعا در مورد شاگردان هم اینطور بوده که دور شو، از ما دور شو، ما با تو کاری نداریم و تو هم با عیسی مسیح کاری نداری، تو به ما تعلق نداری. ولی به خاطر اصراری که او داشت، یا شاید به خاطر ادراک فراتر عیسی مسیح از مردمش، او به اون زن اجازه میده که جلو بیاد. و ما و همه کسانی که انجیل رو مطالعه کردن میدونن که مسیح خیلی به مراسم و قانونها و سنتها اهمیتی قائل نبود. بنابراین این زن به خاطر گذشتش یا کم ارزش بودنش از این مسئله محروم نشد، بلکه به خاطر ایمانش پذیرفته شد. این مرا به یاد این موضوع میندازه که سالها قبل بهش رسیدم، که در مورد موارد آموزشی برای مبلغین استفاده میشه که کمکشون کنه تا حرکت‌های تبلیغی رو بهتر بشناسن و میتونه به ما کمک کنه تا جایگاه معنوی افراد رو بهتر بشناسیم، فراتر از اینکه یکی از ما هستند یا نه. شاید خیلی از مردم متوجه شهر زیبای من بوستون که الان پشت سرمه شده باشند. خیلی از مردم در شهرهای مثل بوستون یا نیویورک یا خیلی از شهرهای دیگه ممکنه باش آشنا باشید که بدونید که به کلیسا نمیرن، و برام جالب بود که چرا. با خیلی از مردم در اطراف شهر راجبش صحبت کردیم و چیزی که گفتن این بود که اونها تجربه بدی از مذهب داشتن و خیلی از مردم میخوان بدونن وقتی راجب مذهب صحبت میکنی منظورمون چیه. چیزی که از صحبت‌های مردم در خیابون به دست آوردیم ممکنه همونطور که ما کمک کرده به شما هم کمک کنه. دو نوع سیستم رو در نظر بگیرید. یکی به صورت دایره نمایش داده میشه که بهش میگیم سیستم محدود، و اون یکی به شکل نقطه است که میشه سیستم مرکزگرا. در دایره شما یا داخلش هستید یا خارجش هستید. مثلا من یک مرد هستم و شما یک زن و شما خارج از دایره من هستید و نمیتونید کاری در موردش بکنید. من یک بوستونی هم و این دایره خیلی محدودتره. من قد بلندم و قدم بیشتر از 6 فوت هست. اگر قطعا بخوایم با دایره ادامه بدیم، دایره فقط شامل خود ما میشه. سیستم مرکزگرا یک نقطه در وسطه که هر چیزی میتونه باشه که در مرکز قرار گرفته و هر نقطه دیگری معرف سایر آدمهایی است که روی زمین هستند و مسئله در این سیستم حرکته. آیا سایر آدمها در حال حرکت به سمت مرکز هستند یا در حال دور شدن؟ خب تصور کنید این دو نوع سیستم بخوان در مورد مذهب به کار برده بشه. در سیستم محدود شما یا داخل هستین یا خارج. سیستم محدود برای کسانی که خارج دایره هستن چالش برانگیزه، چون در واقع اونها نمیخوان داخل دایره وارد بشن، چون احساس میکنن بیشتر فرهنگشون ربط داره به این موضوع. بنابراین اگر مثلا من یک مسلمان بنگالی باشم و شما یک بپتیست از ایلینویز و بگید هی بیا داخل حوضچه بپتایز من از ایلینویز بپر، خیلی عالیه و عاشقش میشی، من پاسخ میدم خب این قدم بزرگیه، اصلا راجب خداوند یا عیسی مسیح نیست، بلکه در واقع یک آدم از ایلینویز داخل ماجراست یا مثلا بپتیسته، شاید راجب رأی دادن یا لباس پوشیدن من هم تفاوت بکنه، ممکنه سایر عقاید من راجب چیزهای دیگه هم اینطوری باشه. حالا میخوام راجب سیستم نقطه فکر کنی. تصور کنی نقطه مرکزی ما عیسی مسیح باشه. تنها مسئله که الان وجود داره اینه که مردم روی زمین دارن به سمت مسیح میان یا ازش دور میشن. ممکنه علارغم هر مزاحمتی مستقیما دارن به سمت نقطه مرکزی میان. تنها چیزی که حالا برای شما اهمیت داره، اگر باور دارید که عیسی نقطه مرکزی اون سیستم مهم هست،
که سعی کنید به مردم کمک کنید تا مسیرشون رو به هر جا هستن نزدیک مرکز یا دور از اون به سمت اون مرکز تغییر بدن. فکر کنید من 4 فوت از اون مرکز که مسیح فاصله دارم و فکر کنید مردمی هستن که اون پشت با فاصله از رودخونه قرار گرفتن. ولی اونها مسیرشون رو به سمت مرکز تغییر دادن و من فقط یه خورده جابجا شدم. در تئوری اونها بهتر از من هستن. بله من از نزدیک بودم به مرکز بهره زیادی میبرم، ولی فقط مسئله اینه که به کدوم سمت حرکت میکنی یا داری میچرخی. نتیجه عملی این موضوع برای ما خیلی شگفت انگیزه. به عبارت دیگه ما نباید سعی کنیم مردم عقیدهشون رو درباره خیلی چیزها عوض کنند، بلکه باید کمک کنیم تا تجربه برخورد با مرکزیت این سیستم یعنی عیسی مسیح رو پیدا کنند. این به اندازه کافی پرمعنا هست که اونها میگن این عالیه و در حقیقت بیشتر طلب میکنند. خب با توجه به این ایده دیگه این سوال معنا نداره که آیا شخص منظم در کلیسا حضور داره یا نه، آیا اونها به این سیستم منطقی و باور تعلق دارند یا نه، آیا اونها این قوانین رو پیروی میکنند یا نه. چون بعد از همه اینها فکر میکنیم نمیدونم چقدر باید حضور داشته باشی تا پذیرفته بشی، چقدر از اعتقاداتت مورد تایید هست، چقدر محکم باید به این چیزها اعتقاد داشته باشی. اینها کاملا نیاز به داوری دارند و وقتی به این شکل در میان چه کسی تصمیم میگیره در اون مورد اون محدوده، اون سطح تا کجاست و چه کسی اون درجات رو درست کرده. ولی ترجیحاً ما باید ببینیم قلب این شخص در ارتباط با مسیح کجاست، آیا دارن به سمت او حرکت میکنن یا ازش دور میشن. به همین سادگی. آیا دارن گرمتر میشن یا قلبشون در حال سرد شدنه. بنابراین موضوع عبور از یک سد تعیین کننده نیست، موضوع چرخیدن به سمت عیسی مسیح هست. حالا در مورد زن کنعانی، او هرگز نمیتونست نزدیک به این درجه رسیده باشه تا مورد موافقت باور یهودی قرار بگیره. او احتمالاً حتی در مورد قوانین هم چیزی نمیدونست، اصلا اطلاعاتی از قوانین یهودی نداشت و یا حتی اونها رو دنبال نمیکرد. او رسوم رو پیروی نمی کرد. در حقیقت کارهایی که او در زندگی انجام می داد کلن اون رو از این درجه ساقط می کرد تا بتونه در حضور یک مرد یهودی قرار بگیره. با این علائم محدود کننده او عملا و کاملا از ایمان خارج بود، کاملا خارج، یک جدا شده بود، یک غریبه و خارجی بود. ولی وقتی به این نکته نگاه کنیم که آیا داشت به سمت عیسی مسیح حرکت میکرد در قلبش یا اینکه داشت دور میشد، موضوع کاملا فرق میکنه. قلب او کاملا در حال گرم شدن بود به سمت عیسی مسیح. او در مسیح چیزی جذاب و مرتبط با زندگی دیده بود، چیزی که آرزوشو داشت. او خودش رو به سمت این مسیر باز کرد و در پروسه تغییر قرار گرفت. البته این خیلی ایده مفیدی در دادگاه نیست. من واقعا فکر نمی کنم از این ایده دفعه آینده که به دادگاه میرم استفاده کنم، چون در دادگاه اونها مدارک عینی میخوان. اونها یه جورایی چیزی مثل سفید یا سیاه میخوان، داخل یا خارج. ولی در دنیایی که ما زندگی میکنیم، که دنیایی پر از تنوع، جایی که مردم به صورت روزافزون در واقع چیزی راجع به سنت‌های خاص مسیحی نمی‌دونن، اونها نمی‌دونن یا درک نمی‌کنن راجع به این نقاط محدود کننده که چه کسی داخله و چه کسی خارج. گاهی اوقات حتی کلمه کلیسا برای بعضی از اونها کلمه ناپاکی به حساب میاد، به خاطر تجربیاتی که در گذشته داشتن که حتی ممکنه بهشون آسیب زده باشه. برای کسانی مثل این، برای اینکه قادر بشن از یک کلیسای خاص و تفاوتاش و اینکه چه کارهایی باید بکنید
یا چه کاری نباید بکنید و پیرو به قوانین باشید، باید بگم همه رو فراموش کنید. چشماتون رو روی عیسی مسیح متمرکز کنید. چشماتون رو روی تنها کسی که پذیرنده و پناه دهنده‌ای بوده که تا به حال روی زمین قدم گذاشته متمرکز کنید. کسی که اگر دعوت بشه در قلب شما و اقامت کنه در اونجا، در زندگی با شما قدم خواهد زد. بدون همه اون گرفتاری هایی که کلیسا مردم رو یه جورایی درگیرشون کرده. نه که بگم کلیسا اهمیتی نداره، ولی کلیسا میتونه به همین سادگی باشه که دو یا سه نفر دور هم جمع بشن و در نام مسیح پرستش کنند. لازم نیست همه مشخصات یک کلیسای سنتی رو داشته باشه که مردم ازش دور میشن. بذارید ازتون یک سوال بپرسم. اگر این ویدیو رو تماشا میکنید چون برای مدت طولانی عضو کلیسا بودید و اینها به صورت عادت در اومده براتون، یا یک جور سنت که هر یک شنبه صبح کاری رو انجام بدید و خدا رو پرستش کنید، سوال من اینه که آیا هنوز دارید به سمت عیسی مسیح حرکت میکنید؟ یا دارید نزدیک بهش میشید؟ یا اینکه قلبتون سرد شده و دارید کمی منحرف میشید؟ و اگر اینه، چی کار باید بکنید تا قلبتون دوباره در مسیر قرار بگیره، تا برگردید به همون عشق اولیه؟ و اگر به برنامه امروز پیوستید چون چیزی درش هست که شما رو جذب میکنه تا درش شرکت کنید، تشویقتون میکنم تا چشماتون رو روی عیسی مسیح متمرکز کنید. نذارید مسائل جانبی مزاحمتون بشن. اگر به کتاب مقدس دسترسی دارید برش دارید و داستانهای انجیل رو بخونید. سعی کنید او رو بشناسید از طریق داستانهایی که دربارش گفتن، و در قلبتون به این آگاهی برسید که دارید به سمتش حرکت میکنید و او رو به زندگیتون دعوت کنید. بیایید در دعا با من هم همراه بشید. خداوند، در کلمات مزامیر تو در جستجو بوده ای و مرا میشناسی. امروز به حضورت میام با صداقت تمام. میخواهم شرایط کنونی قلبم رو آگاهانه به حضورت بیاورم. اگر در حال گرم شدن به سمت توست، میخواهم آن را داشته باشم و از تو بخواهم تا از خودت بیشتر به من نشان دهی. و اگر قلبم در حال سرد شدن است، میخواهم بخشش تو را طلب کنم و از تو بخواهم تا زندگی جدیدی رو در من جاری کنی. در نام تو عیسی مسیح، آمین. Turn your eyes upon me.
برای دعای امروز میخواییم از کلمات مزامیر 67 استفاده کنیم و کلمات روی صفحه دیده میشن، 4 بخش، و بعد از هر بخش من کمی فاصله میگذارم برای شما تا دعای خودتون رو بهش اضافه کنید. و هر بخش یک قسمت سکوت داره و خوشحال میشیم اگر همراه ما باشید. چیزی که روی صفحه میاد میشه به صورت آواز خوند. من تمایلی ندارم، ولی شما میتونید آواز بخونید یا اینکه از روش فقط بخونید. خداوندا، قوم ها تو را بستایند، همه قوم ها تو را بستایند. خداوندا، ما رو فیض و برکت عطا فرما و روی خود را بر ما تابان کن. خداوندا، قوم ها تو را بستایند، همه قوم ها تو را بستایند، تا راه های تو در جهان شناخته شود و نجاتت در میان همه قوم ها. خداوندا، قوم ها تو را بستایند، همه قوم ها تو را بستایند، همه قوم ها شاد باشند و بانگ شادی برآورند، چرا که تو قوم ها رو به انصاف حکم میکنی و امت های جهان رو هدایت مینمایی. خداوند، قوم ها تو را بستایند، همه قوم ها تو را بستایند، آنگاه زمین محصول خود را خواهد داد و خدا، خدای ما، ما را برکت خواهد داد. خداوند ما را برکت خواهد داد و همه کرانهای زمین از او خواهد ترسید. خداوندا، قوم ها تو را بستایند، همه قوم ها تو را بستایند. آمین. Oh, you're
امیدواریم از زمانی که امروز صبح با ما داشتید لذت برده باشید. دعا میکنیم برکت گرفته باشید. بیاد داشته باشید ما چند گروه کوچیکی داریم در طی هفته که در حال حاضر روی زوم برنامه برگزار میکنن و برای شرکت در هر کدام از اونها به شما خوش آمد میگیم. اگر میخواهید بیشتر بدونید میتونید روی فیسبوک به ما پیام بدید یا روی یوتیوب. دوست داریم از شما بیشتر بشنویم. میخوایم آواز پایانی رو امروز رو از دو خواهر بشنویم که در امریکا زندگی میکنند و میخوان یک آهنگ سنتی از قرن 19 در امریکا رو برای ما دوباره اجرا کنند. قبل از اون میخوام براتون درخواست برکت کنم. خداوند به موسی گفت: به هارون و پسرانش بگو این گونه است که باید به اسرائیلیان برکت دهی. و در ادامهش به کلیسا به آنها بگو خداوند به شما برکت دهد و شما را حفظ کند، خداوند رویش را بر شما بتاباند، خداوند صورتش را به سوی شما برگرداند و به شما آرامش دهد. خداوند به شما برکت دهد. Went down in